بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوع بحث ما در ادامه جلسات گذشته درباره توبه بود. مقدمتاً عرض کنیم که توبه به معنای یک انقلاب درونی و باطنی است و به این معناست که انسان نسبت به اون چه که داره انجام میده در خودش یک بازدید کلی و عمومی بکنه، به طوری که خودش رو نسبت به طرف الهی شدن منقلب کنه. اینجا دو تا مطلب باید توجه بشه. بعضی وقتها ما درباره توبه به این معنا که یک حقیقتی در مقام الهی است توجه میکنیم، یعنی به این توجه داریم که ما میخواییم متخلق به اخلاق خدا بشیم و از این باب که میخواییم متخلق به اخلاق الهی بشیم و خداوند هم یکی از اوصافش مقام و منزلت تواب بودنه و به سوی بنده ها دائما توجه و عنایت میکنه، از این جهت توبه ارزشمنده و جزو مقامات الهی حساب میشه. به همین خاطر میبینید که اولیاء خدا به جز مکارم اخلاق و صفات اعلایی که دارن در این مطلب هم متخلق به صفات الهی میشن تا از جهت کمال تجلی کامل باری تعالی باشن. یه موقع هم از ما توبه رو به این جهت بحث میکنیم که شخصی اول خطایی کرده، بعد از اینکه خطاش رو میخواد جبران کنه منقلب میشه و به راه خداوند برمیگرده. به همین خاطر این توبه در احکام وجهی داره و مثلا فرمودن که توبه واجب فوریه، یعنی اگر انسان مرتکب خطا بشه و گناهی رو انجام بده واجبه که فوراً توبه کنه. توبه اگر از قسمت نوع اول باشه جزء مقامات الهی محسوب میشه و یک منزلتی از منازل اعلاست. اما اگر از توبه نوع دوم باشه که معمولاً ما باهاش سر و کار داریم، این توبه از یه جهت معنای مثبت میده با اون که انسان وقتی که یک کار غلطی انجام داد وقتی بر میگرده و اون اشتباه خودش رو جبران میکنه از این جهت خوب حساب میشه، ولی وقتی ما مقایسه کنیم با کسی که اصلا گناه نکرده، بعضی ها فکر میکنن توبه کردن یه امر آسانیه، در حالی که توبه به جز این که خودش یک امر بسیار مشکلیه، اما بر فرضم انسان موفق بشه هیچ وقت مقام و منزلت این شخص توبه کار با اون کسی که از اول گناه نکرده مساوی نیست. فرض کنید در قدیم یک ظروفی داشتیم ما که چینی بود، بعد این چینی ها وقتی که می افتاد و مثلا یک ترکی بر می داشت، یه افرادی بودن اینا شغلشون این بود که چینی رو دو مرتبه بند می زدن و شکستی رو جبران می کردن. یا فرض کنید یه شخصی که سالمه، بعد در اثر یه حادثه یک استخونی از بدنش مو بر می داره، بعد از اینکه به پزشک مراجعه می کنه و اون شکست بند کارهایی رو انجام میده، بعد از یه مدتی دو مرتبه اون شکست بندی باعث میشه که ما بهبود پیدا کنیم. اما
این کسی که مثل اون چینی شکسته که دو مرتبه جوشش دادن یا مثل استخون شکسته که دو مرتبه جوش خورده، این هیچ وقت مثل اون کسی که از اول سالمه نمیشه. یا بعضی از این آقایون عرفا مثالی میزنن، میگن مثل این میمونه که شما یک آینه ای رو داشته باشید بعد این دچار اشکال بشه. در قدیم آینه ها مثل امروز نبود، از فلز ساخته میشد. بعد یک فلزی رو صیقل میدادن، اون از بابی که خیلی صیقل میخورد خب تقریبا کاری مثل آینه رو انجام میداد. بعد اینا زنگ میزدن، شما وقتی زنگ میزنه میرید پاکش میکنید، ولی این پاک کردن و زنگی که در این آهن رسوخ میکنه دیگه مثل اولش نمیشه. بنابراین اون شخصی که از اول پاکی و تقدس خودش رو مواظبت میکنه و گناه نمیکنه، این خیلی مقامش ارزشمندتر و بالاتر از کسیه که توبه میکنه و جبران گذشته میکنه. پس همیشه توبه اگر مقبول واقع بشه و موفق هم بشیم، هیچ وقت مثل اون کسی نیستیم که از اول نور فطرت خودش رو با تقوا حفظ کرده. بنابراین آدمایی که مثل ماها به خودمون اجازه میدیم معصیت کنیم، بعد از معصیت میگیم خب خدا بزرگه، حالا شروع میکنیم به توبه کردن، فرضم این باشه که موفق هم بشیم، هیچ وقت به درجه اون شخص با تقوا نمیرسیم که از اول مرتکب گناه نشده بود. چون توبه برای اون هم هست. آدمی که با تقوا هم هست یا حتی اولیاء خدا هم توبه میکنن، ولی این توبه که انسان اول بی آبرویی کرده بعد اومده جبران کرده با کسی که از اول خطایی نکرده، خیلی تفاوت داره. حالا شما خودتون در نظر بگیرید اگر یه نفر با شما رفیق باشه و از جهت اینکه با هم دوست صمیمی هستید با هم دیگه رفاقت میکنید، بعد این دوست شما به دلیلی شروع میکنه به شما فحاشی کردن، تهمت میزنه، حرفای رکیکی میزنه، بعد از غلط خودش پشیمون میشه و میاد خدمت شما دو مرتبه عذرخواهی میکنه و شما هم میبخشیدش. این آقایی که از اول با ما دوست بوده حالا کار زشتی کرده و عذرخواهی کرده، درسته ما این رو میبخشیمش، ولی هیچ وقت این دیگه دوستیش مثل قبل نمیشه با ما. یعنی ما یک کسی رو که هیچ وقت به ما خیانتی نکرده، هیچ وقت نسبت به ما جسارتی نکرده، با اونی که جسارت کرده و بدن عذرخواهی کرده یکسان حساب نمی کنیم. اینها در یک مقام و اندازه نیستن. بنابراین توبه در جایی معنا داره که و ارزش داره که از اول انسان گناهی مرتکب نشده باشه، مثل توبه که اولیای خدا انجام میدن. اما توبه کاری که در برابر کسی حساب میشه که مرتکب خطا شده و بعد توبه کرده، این هیچ وقت نمیتونه خودش رو همون دارای مقام و منزلتی ببینه که اون شخصی که از اول پرهیزکار و پارسا بوده. حالا در توبه ما یک جلسه هم اینو عرض کردیم، دو مرتبه تکرار میکنیم از این بابت که توبه یک مقامی بین یقظه و انابه، یعنی مقام بیداری مقدم بر توبه است و توبه هم مقدم بر انابه است. وقتی که انسان بیدار باشه به اندازه بیداری توبه نصیبش میشه. بنابراین درجات بیداری انسان موجب درجات توبه های ما میشه. امکان داره یه شخصی به اندازه که آگاهی پیدا کرده متوجه شده خطای خودش رو. فرض کنیم ما در یک مسیری میریم و گم شدیم. وقتی آدم در یک بیابون وسیع یا در وسط یک اقیانوسی گم شده باشه، به طور کلی جهت رو پیدا کرده،
توبه میکنه یعنی چیکار کرده؟ یعنی تصمیم میگیره که برگرده و راه خودش رو اصلاح کنه. خب اصلاح کار ما به اندازه معرفتیه که پیدا کردیم. مثلا متوجه شدیم که اجمالاً مثلا شرق و غرب باطل بوده، داریم به طرف قبله حرکت میکنیم. خب این به طرف قبله حرکت کردن یک زاویه وسیع برای قبله است. ما به اندازه که بیدار شدیم و قبله را تشخیص دادیم، حالا رو به آفتاب نمیریم، رو به غروب آفتاب هم نمیریم، اما اینکه دقیقاً رو به قبله حرکت کنیم اینجور نیست، یک فضای بازی رو ما حرکت میکنیم. بدن انسان وقتی آگاهی بیشتر پیدا کرد و مثلا جغرافیا بلد بود، نقشه در اختیارش بود، قطب نما داشت، خب خیلی دقیق‌تر متوجه میشه که راه خودش رو اصلاح کنه. اینجا وقتی اصلاح میکنیم، چون آگاهی بیشتری داریم، متوجه میشیم که بله، قبلا نسبت به گذشته خودمون بهتر عمل کردیم، بلکه هنوزم در اون صراط مستقیم قرار نگرفتیم، بلکه آرام آرام به دقت عمل خودمون در بیداری و معرفت باید توجه کنیم. بعضی اشخاص این لطف رو خدا بهشون میکنه که با اولیای خدا همراه میشن و از این فضا استفاده میکنن، مثل کسی که توفیق پیدا کنه مثلا امیرالمومنین رو زیارت کنه و از ایشون کسب فیض کنه. خب یک صحابه‌ای که از اولیای خداست و در خدمت امیرالمومنین قرار میگیره، این خیلی وضعیت خوبی داره و خب بیداری برای این شخص خیلی وضعیت عالی تر و بهتری داره، از این جهت که دقیق تر میتونه راه رو بشناسه و در اون راه قدم برداره. اما وقتی که ما این طرف رو داریم حساب میکنیم و مثلا در زمان خودمون میبینیم که یک شخصی این توفیق رو پیدا میکنه که با اولیاء الهی در حد خیلی پایین تر، مثل معصوم که ما نصیبمون نمیشه، ولی اینقدر هست که فرض کنید با یک شخص صاحب اخلاق کریمه و عالم ربانی آشنا میشیم، به حسب این مقدار که با اون عالم ربانی آشنا میشیم، به همین مقدار هم میتونیم البته راه خودمون رو اصلاح کنیم. اما اون شخصی که از اینها دور افتاده و نمیتونه از این نعمت استفاده کنه، بنابراین این دقتی که بتونه درست و دقیق این راه خودش رو تشخیص بده و در این راه قدم برداره خیلی سخته. پس بیداری ما برگشت میکنه به معرفت. ببینیم این معرفت در ما چه تأثیری داشته و موجب این مقدار شده که ما بتونیم از این مراتب علمی استفاده کنیم و راه رو دقیق بشناسیم. اگر موفق شدیم و راه رو دقیقاً شناسایی کردیم، این دقت ما موجب دقت در توبه میشه. به همین خاطر میبینید مثلا کسانی که پزشک هستن نسبت به بیماری خیلی دقیقن، اما آدمایی که مثل ما اصلا به پزشکی اهمیت نمیدن، توجه ندارن، رشتهشون نیست، خیلی به صورت سرهم بندی کردن و باری به هر جهت بودن، احتمالا یک دستوری رو هم انجام میدیم، ولی اون کسی که در کنار یک پزشکه و پزشک بهش توصیه دقیق میکنه، اون خیلی بهتر انجام میده. بنابراین وقتی درجات معرفت متفاوت شد، درجات بیداری متفاوت میشه. اگر در علم کلام هم در خاطرتون باشه، اونجا هم وقتی در بحث عقاید بحث میکردیم که آیا انبیاء الهی در یک درجه هستن، میگفتیم نه، درجات انبیاء هم با هم دیگه متفاوته. بعضی از انبیاء به حسب مقام یقینی که دارن مقام عصمتشون متفاوت میشه. بنابراین یک پیغمبری با یک مقدار از علم و معرفت یک مرتبه از عصمت ازش دیده میشه، یکی که علمش، یقینش
و درجات اخلاصش بالاتر باشه، مقام و منزلتش بیشتر میشه. به همین خاطر میبینید که مقام عصمت یک مقام مشککیه. دلیل مشکک بودن و ذی مراتب بودن اینه که اینها با معارف بیشتر و کمتر با همدیگه فرق دارن، یا یقینشون با همدیگه متفاوته. اینجا معلوم میشه که ما اون اشخاصی که توبه میکنن حقیقتاً و در مقام توبه قدم بر میدارن، آرام آرام میتونن در مقام توبه بالاتری رو انجام بدن. یعنی انسان امکان داره یک بار توبه میکنه از گناهای کبیره‌ای که مرسوم و معمول بوده تو جامعه که حالا جامعه افراد بیدینه. خب البته این یک انقلاب میشه در روحش که از جامعه بیدین ها به جامعه مؤمنین ملحق میشه. اما وقتی در جامعه مؤمنین قرار میگیره دوباره همینطور. بعضی وقتا در افرادی که در اول انقلاب ما میدیدیم، بعضی از اشخاص توبه میکردن، به طور کلی اینا متحول میشدن و میمدن در انقلابی ها. ولی وقتی تو انقلابی ها قرار می گرفتن، بازم می دیدید اینها هنوز مشکلات زیادی دارن. یا یه کسی که در یه خانواده مثلا لاابالی بزرگ شده، وقتی میاد طلبه میشه، تازه متوجه میشه که خیلی از چیزایی که این به طور معمول داشته انجام میداده غلط بوده. یعنی در زمانی که توی اون جامعه بوده بعضی از گناهای بزرگ رو توجه میکرد و به خاطر همون هم توبه میکرد. اما وقتی انسان وارد جامعه مؤمنین میشه، خودش رو با مؤمنای دیگه مقایسه میکنه، تازه متوجه میشه آقا خیلی چیزایی که تا حالا ما جزو گناه حساب نمیکردیم اینا هم گناه بوده. آروم آروم وقتی که انسان با اهل تقوا معاشرت میکنه، تازه متوجه میشه آقا این رفتارهایی که ما خیلی به خودمون امیدوار بودیم و خیلی کارا رو مثلا پیش خودمون ارزشی حساب میکردیم، وقتی دقت میکنیم میبینیم نه اینجور هم نیست. به همین خاطر میبینید بعضی از اولیاء الهی، بعضی از حرفایی که ما میزنیم به صورت روزمره اینا رو گناه حساب میکنن. بعضی کارهایی که ما خیلی راحت انجام میدیم، مثلا جزء امور مباح برای خودمون حساب میکنیم، میبینیم اونا امور لغو حساب میکنن. حتی ما بعضی وقتا در میونه بعضی از مذهبی ها میبینیم شایعه که مثلا شوخی هایی رو میگن، جوک هایی رو برای هم تعریف میکنن که اونا گناه کبیره است. مثلا متوجه این نمیشن. یا وقتی که داریم با هم دیگه بحث میکنیم، در موقع بحث کردن حرف هایی رو میزنیم که اینها مستند نیست، دروغه یا تهمته. همینطور فقالا چون در مقام بحث هستیم از چی خواستیم بیان میکنیم. اما وقتی با اهل تقوا انسان معاشرت میکنه، میبینه اینا وقتی دارن صحبت میکنن یا وقتی دارن مطلبی رو اظهار نظر میکنن خیلی دقیقا. شما ببینید افرادی که از اولیا بودن، چه حالا اونا که درسم نخونده بودن و ما در جبهه اینا رو زیارت کردیم، چه بعضی وقتا که در میونه روحانیت ما از نزدیک با اینها برخورد کردیم، مثل ما رفتار نمی کنن. حالا جالبه، یک آقایی تعریف میکرد از حضرت امام که ایشون وقتی خادم بوده و میبینه که برای امام موقعی که دارن غذا رو میبرن اون لیوان آب رو نصفه پر کردن، این میگه آقا این بیادبیه، تو برای چی این کار میگه؟ میگه آقا این خود امام همیشه این دستور رو میده. این به اون آقای خادم یه تذکری میده که این کار خوب نیست و اون مقدار آب رو پر میکنن تو لیوان. بعد وقتی با اون آقا با هم دیگه میرن پیش امام، وقتی امام میبینه این لیوان پره، اون نصفه رو میخوره، نصفه رو نگه میداره، میگه نه این اضافه بود. در مورد وضو گرفتن من از امام شنیدم که میفرمودن که ایشون وقتی میخواستن وضو بگیرن مثل ما شیر رو باز نمی کردن همینطور آب بره تا مثلا حالا
ما با چه دقت و نمیدونم وسواسی در وضو شروع کنیم مثلا وضو گرفتن. همینطور هم مالا شیر آب میبینید بازه. افرادی که دقت دارن اول آب رو در یک ظرفی میریزن، تو یه لیوانی میریزن، بعد اون مقداری که برای وضو مصرف بخواد بشه معلومه دیگه، نهایتا مثلا یه لیوان آبه، از اول یه لیوان آب رو بر میداره، بعد با اون یه لیوان وضوشو میگیره، یعنی شیر رو همطوری رها نمی کنه. حالا پیش ما اصلا مهم اینه که ببین من چقدر آدم بزرگواری هستم، چقدر مقدسم که دارم با دقت وضو میگیرم، اما پیش اون آقا میگه نه آقا این اسرافه. بعضی وقتا ما در روزمره خودمون عمرمون رو اسراف میکنیم، یا در کلامی که میگیم در روایت فرمودن که همونطور که شما در مورد طلا نقرتون مهر میزنید صندوقتون رو مواظبت میکنید، اسکناس ها رو کمتری نمیریزید، اگر انسان میخواد صحبت کنه دهانش باید مهرموم شده باشه، هر وقت که میخواد صحبت بکنه اول ببینه الان اینجا میصرفه، صلاح هست صلاح نیست، بعد سرمایه گذاری میکنه. اونایی که ثروتمندن همینطوری که طلا جواهرشون رو بیرون نمیریزن، نسبت به طلا و جواهر انسان مواظبت میکنه، در کلام هم اینجور افراد مواظبت میکنن، همینطوری هرچی دلشون خواست که نمیگن، کلام رو مواظبت میکنن که آقا اصلا اینجا جاش من این کلام رو بگم. بعضی از کلمات واقعا چون آیه قرآنه یا یک حدیثیه یا یک مطلب بسیار حکیمانه و ارزشمنده، انسان اگر میبینه جاش نیست اصلا نباید بگه، ولی ما مواظبت نمی کنیم، همینطوری مصرف میکنیم. همینطور میبینید به همین خاطر چقدر در روز ما سخن میگیم و اگر این سخنهای ما رو بنویسن در یک روز مثنوی 70 من کاغذ. حالا به چه درد میخوره؟ حالا بعض وقتا که ماها اصلا حرفای خوبم نمیزنیم، اما اگر حرف خوبم میزدیم بعد مواظبت میکردیم، یعنی باید انسان دهانش مهرموم داشته باشه، هر آنچه که میخواد یا به نظرش میرسه فورا اظهار نکنه. در شنیدن همینطور، بعضی وقتا ما فکر میکنیم که گوش دیگران مفته یا فکر میکنیم گوش خودمون مفته، هرچی دیگران بخوان به ما میگن، ما هم هرچی دلمون بخواد به دیگران میگیم، در حالی که این چنین نیست. خداوند این گوش انسان رو اینطور قرار نداده. به همین خاطر میبینید اینایی که عادت میکنن به موسیقی گوش دادن، به آواز خونی، مثلا امروز هم که دیگه ما در یک محیط فسادی قرار گرفتیم که حتی اگر نخواهیم هم دائما موسیقی میشنویم. خب وقتی انسان گوشش عادت کرد به گناه، دیگه این گوش امکان این که توفیق پیدا کنه کلام غیب رو بشنوه نیست، چون وقتی شما خودتون رو عادت دادید به شنیدن که هر لهو و لعبی رو بشنوید. خب این چشمی که عادت کرده هر چی رو که میخواد نگاه میکنه، براش مهم نیست، هر آنچه رو که میخواد میشنوه، براش مهم نیست. خب وقتی که چشم ما و گوش ما بی حساب و کتاب شروع کرد به فعالیت، معنا و مفهومش اینه، نتیجه واقعیش اینه. بله البته امکان داره انسان عذر بتراشه و بگه نه من این مثلا آیت الله فلان در فلان کتاب گفته این حلال بود مثلا، یا این مباح بود، این چنین بود، البته از این حرفا همیشه هست، اما واقعیت امر اینه که اون شخصی که گوشش کنترل نشده، مراقبت نشده و همینطوری بی محابا دائما مشغول شنیدن لهو و لعبه، یا اون چشمی که همینطور دائما در حال نگاه به امور مستهجنه، خب البته توقع این که ما فکر کنیم هر چقدر خودمونو ما مقدس حساب کنیم، واقعیت امر تغییر نمی کنه. واقعیتش کجا معلوم میشه؟ اینکه ما با عالم غیب و معنویات ارتباط نداریم. میبینیم که افراد مقدس با ما متفاوتن، دیگه این برای ما روشنه. در یه جایی مطالعه میکردم،
حالا نمیدونم این خبر واقعا درست بوده یا نه، ولی حالا بعیدم نیست. میگن در حرم امیرالمومنین آقای مقدس اردبیلی برای نماز شب مشرف شده بود، داشتن نماز میخوندن، یه آقایی از این نمازگزارا اومد خدمت ایشون، گفت آقا اذان شده یا نه. ایشون به این آقا فرمودن، مگه ندیدی ملائکه شب رفتن ملائکه روز اومدن؟ همینطور یهو ازش پرسید، اونم چون برای خودش عادی بود که میدید ملائکه. خب اولیای خدا عجیب نیستش که این ملائک رو ببینن، صدای ملائک رو بشنون، ولی ما محرومیم. چرا محرومیم؟ این ثمره اون شرابخوری های بی حساب هوشیار در میان مستان نشستن است. وقتی که ما بی حساب کتاب داشتیم گناه میکردیم، خداوند هم ما رو از این فیض محروم کرده، اگرچه ما برای خودمون هم عذر بتراشیم. به هر حال باید این رو توجه کرد که هر چقدر ما نسبت به علم و معرفت مقام و منزلتمون بره بالاتر و به همین مقدار توجه ما و مراقبت ما نسبت به این امور دقیق و با هوشیاری باشه، نتیجه اینه که ما در مقام توبه، توبه بهتری نصیبمون میشه. اگر توبه بهتر نصیب ما شد و حقیقتا توبه کار شدیم، البته از مزایای توبه آدم میتونه استفاده کنه. اولین مزیت توبه اینه که انسان در راه قرار میگیره. یعنی خوبی توبه اینه، توبه در واقع به معنای حرکت به سوی هدف نیست. اگر مثلا فرض کنید یه شخصی میخواد از تهران حرکت کنه به مشهد مقدس، چه وقتی این حرکت صورت میگیره، مرحله اولش اینه که به واسطه حادثه یک فرد عاقل و هوشیاری، یکی از اولیای خدا، ما توفیق پیدا کنیم و بیدار شیم. اگر انسان از این خواب غفلت بیدار شد و متحول شد، هنوز در تهران هستیم، متحول شدیم ولی در راه قرار نگرفتیم. بنابراین وقتی انسان توبه میکنه، معنای توبه این نیستش که یعنی توی راه رسیده به نیشابور، که یعنی این تو تهرانه و هنوز در مبدأ. وقتی که انابه اتفاق میفته، یعنی جهت رو پیدا میکنه، این رو به سوی مقصود حرکت رو شروع میکنه. حالا از اینجا به بعدش، یعنی اینکه میفهمه که این جاده جاده مشهده و میخواد در اینجا قدم برداره، البته قدم های دیگر رو انسان میتونه برداره. حالا بعضی از این اولیا مثلا کتاب های صد مقام نوشتن، بعضی از اولیا مثلا هزار مقام نوشتن. حالا این قدم ها، هزار تا ما قدم برداریم یا صد تا قدم برداریم، معناش این منزل هاست، نه معناش اینه که یعنی اگر بگیم هزار تا این طولانی تره. اینها در واقع بررسی بین این مبدأ ما تا مقصد ماست که چطوری باید این راه رو انسان طی کنه. بعضی وقتا هم افرادی توبه نصیبشون میشه، ولی توبه های عمیق نصیبشون میشه. اگر توبه خالص و در واقع یک توبه کاملی نصیب آدم شد، به این نوع توبه ها میگن نصوح، یعنی توبه های خالص. این توبه های خالص مقصودشون اینه که وقتی ما داشتیم منقلب میشدیم، این انقلاب در باطن انسان مثل یک کوره میمونه که اون زباله ها و اون اشیای نامربوط رو ذوب میکنه، از بین میبره. مثلا در کوره های آهن یک قانونی دارن، اینا اون سنگ آهنه که در اونجا میریزن، شروع میکنن اینا حرارت دادن. وقتی که این درجه حرارت
به مثلا 2000 درجه حرارت که میرسه تا به 2000 تا برسه، یه سری اینجا مواد دیگه هم وجود داره تو این سنگ و چوب و خاکی که بالاخره اونجا تو کوره ریخته شده، اونا همه سوخته میشه. یعنی بستگی به اون درجه حرارتی داره که شما دارید اون فلز رو ذوب میکنید. هر چقدر که این حرارت بیشتر و بهتر اتفاق بیفته، البته نهایت اینه که اون فلزی که از کوره میاد بیرون مواد زائد نداره، یعنی تمامش 100% آهنه. در مورد ما هم همینطوره. اگر انسان حقیقتاً منقلب بشه، باید یک حرارت ایمانی در قلب انسان باشه که هر آنچه که غیر ذات باری تعالی است یا مرضی باری تعالی است باید سوخته بشه. بنابراین وقتی یک کسی میبینید از گناه لذت میبره یا خاطرات گناه هنوز برای شیرینه، معلوم میشه که این توبه نصوح نیست. شاید الان توبه کرده ولی توبه نصوح نمیشه، چون معلوم میشه که این نسبت به اون گناه علاقه منده و این علاقه نشون دهنده اینه که اون ملاک های ارزشیش هنوز سر جاش نیست. میگن یک آقایی آدم فاسدی بود، این در منزل نشسته بود، یه خانم اومد رد شه. اون خانم که غریبه بود نمیدونست، قدیم هم که مردم در خونه ها حمام نداشتن، یه حمام عمومی بود که تو اون ده مثلا یا اون محله مردم از اون استفاده میکرد. این خانومی که غریبه بود وقتی که داشت رد میشد از این آقا که دم در نشسته بود گفت آقا این حمام ده شما کجاست؟ گفت همینجا. یارو رو فریب داد، یارو وارد منزل این شد، اینم فوراً پشت در که این اومد در رو بست و شروع کرد که برای کار فحشا انجام دادن. اون خانوم خیلی خانوم زرنگی بود، بهش گفتش که اگر تو اهل این حرفا هستی، این که بدون بساط چیز نمیشه، همینطوری مثلا بالاخره عیاشی کردن هم حساب کتاب داره. گفتش که پس چه خوب، پس تو هم مثلا اهل این کارایی. گفت حالا چه کنم؟ گفت آقا پول باید خرج کنی، برو مثلا چنین کن چنان کن، وسایل مثلا سورسات رو فراهم کن بیا. اینم که دید این خانم اهل فحشاست، خوشحال شد و رفت. تا این از منزل خارج شد، اون خانومم از منزل فرار کرد. بعد از اینکه این رفت سورسات رو جور کرد و اومد، دید که این سرشو کلا گذاشته و فرار کرده، خیلی افسوس خورد. میگه وقتی داشت میمرد این آقا افسوس میخورد که چرا یه همچین فحشایی رو از دست داده. در خاطرش به جایی که آخر عمرش مثلا توبه کنه، بعضی وقتا افرادی هستن گناه نمی کنن، گناه براشون فراهم نیست، ولی در باطنشون عشق به اون گناه هست. یعنی اگر که گناه براش فراهم بشه بدون دردسر، میبینید این عین اون گناهکاراست، بلکه شاید از اونام بدتره. به همین خاطر میبینید بعضی از اینایی که اظهار زهد میکنن زاهد نیستن، ظاهرن ابراز زهد میکنن، اینطوری تظاهر میکنن که یعنی به گناه بی علاقن، مثلا به پول بی علاقن، به مقام بی علاقن، ولی این دامه، بعضیا این دامشونه. یعنی اظهار زهد میکنه، اظهار تقوا میکنه برای اینکه مردم رو فریب بده، یک موقعیتی به دست بیاره، ولی این در واقع خودش تشنه گناهه. اگر انسان توبه نصوح میکنه، یعنی توبه خالص، اینه که این به اندازه‌ای که معرفت پیدا کرده و از قفلت در اومده، نسبت به اون چه که در مورد خدا میدونه که راضی نیست، این اصلا هیچ میلی نداره. نه اینکه یعنی این قوای طبیعی نداره، البته همه چشم و گوش دارن، همه قلب دارن، خدمت رو از کنم شهوت داره، غضب داره،
و از مثلا میفهمه لذت غذا خوردن چیه، لذت مسائل جنسی چیه، لذت مقام چیه. یا وقتی عصبانی میشه، غضبناک میشه، اینکه آدم انتقام بگیره چقدر خوبه، اینکه آدم مسلط بر دیگران باشه، خیلی مثلا آبرومند باشه، مردم هم خیلی اینو احترام بگذارن، تمجیدش کنن. خب البته همه اینا رو میفهمن، اما کسی که توبه نصوح میکنه چون منقلب شده، مثل اول انقلاب ما ملاکای ارزشیش هم دگرگون شده. در جامعه طاغوت ملاکای ارزشی مقامه، ملاکای ارزش ثروته. در اول انقلاب کسانی که از انقلابی ها، افراد بزرگی که در اون زمان بودن، خب مقامات مهمی رو به دست آوردن، ولی مقام اینا رو فریب نداد. افراد ثروتمندی که در جامعه بودن، مجبور بودن در اون زمان طوری رفتار کنن که مردم نفهمن اینا ثروتمندن، چون اگر معلوم میشد اینا ثروتمند هستن، اینا بی آبرو میشدن. حالا کار نداریم بعدها اون شخص که برای بزرگ کردنش مثلا برداشتن یک اتوبانی رو نامگذاری کردن، فکر کردن با مثلا یه نامگذاری حقیقت عوض میشه. این اشخاص بعد از رحلت امام، چون قدرت در اختیارشون بود، فرهنگ جامعه رو متحول کردن، همون ارزش‌های طاغوتی رو آوردن حاکم کردن. این شخص در باطن خودش اگر اون ارزش‌های طاغوتی هنوز ارزش حساب میشه، پس معلومه که این توبه نکرد. اگر میبینیم که این شیفته این جاه و مقام و ثروت و چه و فلان هست، معلوم میشه که این راه رو گم کرده. اگر انسان تواب واقعی باشه، توبه نصوح کنه، معنا و مفهومش اینه، این باید در قلب خودش به قدر جایگاه حق عظمت داشته باشه، هر آن چیزی که محبوب مولاست پیش این عزیز باشه، هر چیزی که پیش خدا مقبوزه و خدا نسبت به اون غضب میکنه، حتی اگر یک مکروه باشه. مثلا معنای مکروه یعنی همین دیگه، مکروه یعنی اون چیزی که خدا نمیپسنده. بعد این هیچ وقت به خودش اجازه نمیده یک چیزی که مکروه انجام بده. فکر کنید یک عاشقی رفته پیش معشوق خودش، بعد میخواد که در برابر معشوق کاری انجام بده که اون بپسنده. اگر ما میدونیم اون معشوق ما یک مثلا عطری رو متنفره، از یه گلی بدش میان، از یه رنگی متنفره، خب ما که اون کارو نمی کنیم. فرض کنیم ما میخواییم بریم پیش کسی تسلیت بگیم، یه عزیزی داریم، شنیدیم آقا این از بستگانش فوت کرده، میخواییم بریم تسلیت بگیم. خب برای تسلیت گفتن مرسوم ما اینه که لباس مشکی میپوشیم، با یه لباس نمیدونم مثلا قرمز که نمیریم پیش اون آقا. میخواییم که حالا اظهار کنیم که آقا ما از این اتفاقی که برای شما افتاده ما هم ناراحتیم، خواییم در اینجا اظهار محبت بکنیم. اظهار محبت میکنیم با یک وضعیتی که او بپسنده. بنابراین امکان نداره اگر کسی میخواد پیش خدا بره، طوری پیش خداوند بره که کاری میکنه که خداوند بدش میاد. یعنی معنای حرف ما اینه، ما خدایا میدونیم که تو از این عمل من متنفری، از این عمل من بسیار بدت میاد، اون رو زشت میشموری، بعد من چیکار میکنم؟ با این عمل به پیشگاه خدا میرم. پس معلوم میشه که در اینجا ما امکان نداره که واقعا شیفته و عاشق خدا باشیم. پس اینجایی که میبینید بعضی وقتا ما توبه میکنیم و توبه کار هنوز شیرینی گناه پیش چشمشه، اینها معلوم میشه که حقیقتا توبه نکردن. بعضی وقتا هم عنوان میشه مثل مسیحی ها که اعتراف مثلا خیلی خوبه و موجب بخشش میشه. بله البته
اعتراف به گناه این موجب بخششه، ولی معنای اون اعتراف هم همینه، یعنی من اقرار میکنم به درگاه خدا که اشتباه کردم، نه اعتراف میکنم پیش خلق خدا یا میام افتخار میکنم که من چه غلطهایی کردم. بعضیا به جز اینکه گناه میکنن یه گناه خیلی بزرگتر از گناه اول رو انجام میدن و اونی که راضین به اون کاری که کردن، یعنی گناه رو کرده، بعد از اینکه گناه رو کرده نسبت به اون گناه راضیه. این گناه راضی بودن از گناه اول بزرگتره. بزرگتر از اون اینه که میاد نسبت به این گناه برای دیگران هم اظهار میکنه که بله من چنین و چنانم که یه همچین بی‌شرفی‌هایی رو مثلا انجام دادم، به این کار خودش افتخارم میکنه. اعتراف کردن در واقع در نزد خدا به همین معناست که من اقرار میکنم که خدایا من اشتباه کردم، از اول که اومدم کاری رو که تو دوست نداشتی انجام دادم. بله البته یه کسی جاهل باشه این عذری داره، چون میگه خدای من نمیدونستم که اینها اینقدر مهمه. به همین خاطر میبینید اولیاء الهی نه تنها از حرام پرهیز میکنن، بلکه از امر مکروه هم پرهیز میکنن و مواظبت میکنن اصلا تو این وادی حرکت نکنن. یعنی در مقام عمل وقتی میخوان کاری رو انجام بدن نگاه میکنن ببینن یا یه امر واجبیه یا امر مستحب. اگر دیدیم واجبه یا مستحبه انجام میدیم، حتی نسبت به اعمال مباح که انسان روزمره مرتکب میشه، اولیاء الهی اون رو با نیت قرب انجام میدن، میخواد راه بره، میخواد نفس بکشه. در روایتی میخوندم از پیامبر اسلام نسبت به جناب ابوذر میفرمودن که تو هر نفسی که میکشی خدا بهت 10 حسنه میده. نفس کشیدن که دیگه همه نفس میکشن، که دیگه مشکلی نیست، یه چیز عادیه دیگه، بالاخره تا آدم زنده است تنفس میکنه. اما چرا در مورد ایشون اینطوره؟ چون این زنده بودنش برای خداست، یعنی از خدا عمر خواسته، از خداوند یک حیاتی رو به دست آورده که این حیاتش نفس کشیدنش لله. وقتی داره پیش خودش و خدا تزکیه نفس میکنه، این در قلبش فقط برای رضای خدا داره زندگی میکنه. انسانی که خودش رو مرضی خدا قرار بده، این مرضی خدا یعنی همین که هر چه میکنه این پیش خدا محبوبه، پیش خدا خوشنودیه، چون خدا از زنده بودن این راضیه. این اصلا توی جامعه که زندگی میکنه خود بودن این آقا تو جامعه موجب این تبلیغ دین اسلامه. خودش اصلا حقیقتا آیت الله، نه این آیت الله که ما به عنوان تعارف مثلا یه موقع به هم دیگه میگیم، این تعارف های نمیدونم حجت الاسلام، نمیدونم آیت الله، این حرفا در تعارف البته الله مهم نیست، اما فی الواقع شخصیتی مثل حضرت امام آیت الله. چرا؟ چون هر کسی که ایشون رو میبینه متوجه خداوند میشه. پس معلوم میشه که توجه به ذات باری تعالی به قدری اهمیت داره که خود وجود این شخص میشه این مرکز تبلیغ و ترویج اسلام، و این وجودش به قدری ارزشمند میشه که اگر دیگران او رو ببینند، دیدن اون موجب هدایت میشه، همراهی با او، همکاری با او. همونطور که ما میبینیم وقتی شخصیتی مثل حضرت امام بودند یا بعضی از اولیا که در جامعه هستند به قدری مؤثرند که میبینید تمام مردم یک کشور تحت تأثیر نفس یه همچین شخصیت عظیم و شأنی در حال هدایت. انشالله امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق توبه های اعلی درجه عنایت فرماید. برای خوشنودی آقا امام زمان صلوات خلد بفرماید.